خب چه خبر؟ مجدی دیگه جان سلام. سلامتی و همه چی آقا ما خوب؟ چیز کردیم، ما یعنی من دیگه قرار بود که این هفته رو، یعنی هفته قبل رو کامل به این موضوع بپردازیم، ولی دیگه چون شما نبودی ما دیگه خیلی ورود نکردیم، گفتیم که خرابش نکنیم که دیگه خودت بیای. و فکر میکنم که هنوزم یه مثلا چند جلسه داریم، نیازه که آره حتما میتونیم از شما داشته بیاموزیم. باشیم. این مجدی بحث جان ممنون. بحثیه که واقعا خیلی خیلی مهمه و بحث اصلی در واقع جامعه ماست. حالا من امروز سعی میکنم که از یک بعد دیگه هم بهش بپردازم و اینکه حالا این کنترلگری والدین چه تأثیری بر ما در بزرگسالی داره. یه سری تأثیراتش خیلی تأثیرات مهمیه و بعد که اینا رو ما درک کردیم که چه تأثیراتی داره، ما می‌بینیم که راهکارها کم کم خودشون رو نشون میدن که حالا با این تأثیرات چه باید بکنیم و چه مسیر رو باید طی بکنیم. زنده راجع باد. به اونا می‌تونیم بیشتر صحبت کنیم. برو بریم. یکی از چیزایی که خیلی مهمه من بهش اشاره کنم اینه که مطیع بودن در ما خیلی تشویق شده در دوران کودکیمون. یعنی چند تا چیز خیلی تشویق شده. یکی از بدترین چیزها مطیع بودنه و تحت عنوان بچه حرف گوش کن. بله دیگه، بچه خوب. ببین چه بچه خوبیه. مثلا دست به سینه، یا نمیدونم یادت میاد یا نه، مثلا ما تو کلاس مثلا می‌خواستیم این بچه خوبی هستیم، دست به سینه می‌شستیم. من این تشویق می‌شد. یعنی هر چه بیشتر بسته تر و در واقع هنوزم مدرسه ها اینجوری هست. ببین این چیزا که یاد من میفته دامون، من حس خفگی بهم دست میده. بعد احساس میکنم چقدر، حالا نمیخوام دوباره حرف بعدی بزنم اشتباه بزنم، ولی احساس میکنم چقدر معلمای ما ناآگاه بودن. یعنی معلم ما تشویق میکرد، معلم من خوشش میومد وقتی اینجوری با میشد، اینجوری میکرد، اینجوری بچه ها بعد سان میدید تو مدرسه در یوس، اینجوری یعنی تو کلاس اینجوری نگاه میکرد، گفت بله بله خوش میکنم بله. یکی همین فرهنگ اینو چیز کرده بوده، تربیت کرده بوده، یعنی اون هم مطیع اون فرهنگ بوده. این فرهنگ سلسله مراتبی ضد انسانی که بوده، که در واقع حالا این زنجیره غذایی بوده دیگه. یعنی وقتی هم به یه لول بالاتر انسان ها توی این مسیر میرن، نسبت به طبقه پایین تر خودشون همون رفتاری رو انجام میدن که در گذشته با خودشون انجام شده. عموما این اتفاق میفته و اون ناآگاهی در واقع پیش میره به همون شکل و ادامه پیدا میکنه. این زنجیره خیانت بین انسان ها ادامه پیدا میکنه. مثلا سرباز صفری که بهش دادن دستشویی بشوره، بهش بی احترامی کردن، تو سرش زدن، نصف شب از خواب بیدارش کردن، نمیدونم کار عجیب غریب ازش گذاشتن. چرا ما موافق تو این توی سیستم، تو باید هر چی ما میگیم انجام بدیم، منطقی لا آخر خدمتش هم این یه ذره ترفیع گرفته همین کار به اون. آفرین. حالا این یه رفته بالاتر و حالا داره به زیر دست خودش همون کارو میکنه. اصلا یکی از دوستای من برای من تعریف میکرد، خیلی هم دوست عزیزیه، میگفت من روز اول که رفته بودم به عنوان سرباز، دور آموزشیم خیلی به هم در واقع تحکم شد. یه کسی بود که اصلا انگار با من بد بود، قیافه منو میدونی اگه کاری به من میداد. بعد من درجهمو که گرفتم، کارم این بود که هر روز برم اینو پیدا کنم، یه پوستی ازش بکنم، درجهم از اون بالاتر شده بود و بعد در واقع برم به بقیه کارام برسم. این همون ماجرای عقده گشایی است که رخ میده و خیلی از این آدمایی که میگی مثلا سان میده، آره ما توی مدرسه از جلو نظام و فلان و بیسار و یه سری اتفاقای عجیب غریب. ببین دایالوگای زمان از جلو نظام یادته؟ خیلی هاش یادم. مثلا آره یادم. از جلو نظام الله اکبر خبردار شهید، نمیدونم این شهید و شهادت و شهیدیه و یه داستانه عجیبی. ببین من مدرسه دبستانی که میرفتم، البته در دبستان، اولا دبستان ما کتک میخوردن بچه ها، با من خودم با خطکش و چوب آلبالو یا گیلاس، حالا میگفت معلم دو سالش کف دستمون زیاد میزد، ولی اینها میگفتن که مثلا ادعا میکردن برای ما که شما شانس آوردین و شما اسپویل شدین، شما ها لوس شدین، به لحاظ اینکه در تا همین اواخر ما در مدرسه بچه ها رو فلک میکردیم. و یادم میاد که یه بچه شیطون رو حتی به صورت نمادین
اووردن و 10 تا چوب کف پاش زدن و یه جوری جدی زدن ها، یه جوری این بچه گریه کرد و به خودش پیچید که ما همه ریدیم به خودمون، یعنی فهمیدیم که داداش اینی که میزنن کف دستت با این که درد داره اصلا اون یه لول دیگه است، یعنی لهرجش از اون گرفته. دقیقاً همینطوره. حالا من که خطکش زیاد خوردم توی مدرسه، حالا میدویدیم نمیدونم درسمون کلا، حالا من خیلی درسی نخوردم خدا رو شکر، ولی مثلا واقعا ننوشتن آره، ولی سر چیزای دیگه به حد کافی جلوی صف بکشن بالای سری اسمو و جلوی به قشنگ فرهنگ همین اعدام در اماکن عمومی دیگه عبرت میشه، شخصیت طرف تیر به شخصیت طرف تیر خلاص میزنن دیگه. ببین من کسی رو میشناختم که این آدمو توی مدرسه گردوندن، البته یه عده‌ای رو گردوندن و دور گردن اینا یک کاغذی انداخته بودن بزرگ که خودشون نوشته بودن، تنبل نمیدونم چی یه چیزی نوشته و انداخته بودن گردن اینا رو، کلاس به کلاس بردن، تو کلاس ها گردوندن که در واقع اینا رو حالا تحقیر کنه. حالا چه تفکری این کارو میکنه؟ من با این کار حالا بهت میگم تفکری اون... که این به اصطلاح عرازل رو آفتاب گردنشون بندازه تو شهر، دیدی که میکنن این کارو و تحقیر بدترین درده. ببین این بچه از اون روز دیگه مدرسه نیومد و چون بچه محل بودیم من تاریخچه و سرنوشتش رو میدونم، آخرم توی یک جایی توی کار خلاف کشته شد. این یعنی ترک تحصیل کرد بعد دیگه نیومد. پسر بسیار مغروری بود و با اینکه مثلا جسه متوسطی داشت خیلی مثلا همه ازش حساب شخصیت قوی داشت، به کسی باج نمیداد و یه جوری این بچه خورد شد که دیگه مدرسه نیومد، رفت دنبال اعتیاد، رفت دنبال فروش مواد، رفت که هی هر روز هر سال یه خبر جدید از این میشه. یه روزی هم گفتم یکی رو دیدم گفتم میدونی فلانی مرد؟ گفتم فلانی مرد مگه میشه؟ چی شد مرد این حرفا؟ گفتم که آره مثلا با یه سری ها توی کار خلاق مثلا اتفاقای افتاده، فلانم اینجوری شده. مثلا اون موقعی که اتفاق تلخ افتاد چند سالش بود؟ 20 سالش نشد. یعنی میخوام بگم که ببین مسیر زندگی چقدر این منحرف میشه به یک ناکجا آبادی و اون مسئول مدرسه که حالا این تصمیم گرفته اینا سرنوشت این بچه رو به یه جای دیگری میبره و ما خیلی وقت تو خونه این کار رو میکنیم با بچه ها و اینا. بنابراین اون حس طغیان و سرکشی در آدمایی هست که با در واقع یه تجربه مطیع‌سازی شدید روبرو شدن. ببین ما معمولا وقتی یه اتفاقی برامون میفته 3 تا کار باهاش میتونیم بکنیم. این خیلی درس مهمیه در روانشناسی. ما با یک اتفاق بد که برامون میفته 3 تا رویکرد داریم، با اون میتونیم 3 تا کار بکنیم. کار اول اینه که بهش تسلیم شیم، یعنی اگه یکی به ما این احساس رو میدن که باید مطیع باشی، ما به این غلبه تسلیم میشیم. حالا شروع میکنیم به اطاعت کردن، یعنی خواستها و نیازهای خودمون رو میذاریم کنار، میشیم اون چیزی که اونا میخوان. حالا توی چالش‌های دیگر هم همینه، اگه احساس بی‌ارزشی به ما بدن دوباره همینه، اگه وابستمون کنن همینه، اگه در واقع امنیتمون رو بگیرن همینه. ما میتونیم اولین کاری که میتونیم بکنیم اینه که تسلیم شیم به این احساس. دومین کاری که میکنیم اینه که ازش فرار میکنیم، یعنی جوری زندگی میکنیم که اتفاقاتی که این احساس رو به ما میده برامون رخ نده. مثلا هیچ جایی که مثلا خیلی از آدم ها میرن دنبال شرایط هایی که کسی بالا سری نداشته باشن، حتی رشد خودشون رو متوقف میکنن، خیلی کم میکنن، ولی دیگه کسی نیست بهشون دستور بده، فرار میکنن. یا میرن دنبال رفتارهای اعتیادی، رفتارهای اعتیادی هم فراره، یعنی در واقع از صورت مسئله اجتناب میکنن. سومین کاری که ما میتونیم بکنیم باشه اینه که جبرانش کنیم. جبران کردن یعنی اینکه تو به من احساس از من مطیع بودن خواستی، حالا من میشم سرکشترین موجود. بعد میبینی این آدم با چیزایی تلافی کنیم کم لج داره و در برابر یه سری چیزایی که اصلا آسیبی براش نداره هم طغیان میکنه، خشم زیاد از خودش نشون میده. اصطلاحا تو روانشناسی بهش میگن حالت سرکشی. این در واقع جبران افراطی درخواست مطیع بودنه. کسی که میره توی جامعه و شروع میکنه به شکستن همه قانون ها
و میره خلافکار میشه، سر خودش و دیگران بلا میاره. خیلی وقتا جبران افراطی در واقع مطیع بودن اینه که به زور و با اون حس غلبه و چیرگی ازش خواسته شده. بنابراین این در واقع یک جبران افراطی. سرکشی نقطه مقابل در واقع مطیع بودنه که در خیلی انسان‌ها رخ میده. ما این سه تا کار رو میکنیم معمولاً با اتفاقی که برامون میفته، حالا هر اتفاقی میخواد باشه. بنابراین آدم های سرکش یک جایی تحت فشار شدید قرار گرفتن و سرکش شدن. مثلا یه مثال برات بزنم، خیلی خانوما خیلی محدود بودن دوران کودکی نوجوانیشون، از پوشششون دخالت شده درش، با کی حرف زدی، با پسرمو چرا حرف زدی، چه بعد الفاظ زشت راجبشون به کار برده شده، مادره پدره تنبیه شدن. مثلا من بارها اینا رو شنیدم که مثلا پدره شروع کرده دعوا کردن توی جمع یا بعدن تو خفا که چرا با پسرمو حرف زدی. ببین محدودیت تا چه حده. بابا فامیل خودمون اومده تو خونه، من باید نمیدونم چه چیزایی رعایت بکنم. و خیلی خیلی در واقع توی یک حصار بیموردی قرار گرفته، نیازهای انسانیشو نتونسته زیست بکنه. خب این آدم میاد بزرگ میشه، عموما هم اینا از ازدواج استفاده میکنن برای فرار از اون مطیع بودنی که در واقع زندان براشون آفریده شده، یا میرن یک شهر دیگه تحصیل میکنن. بهترین حالتیشه به نظر من که از زیر سلطه خانواده تا حدی خارج، گرچه خانواده با کنترل از راه دور سعی میکنه اینا رو کنترل کنه، ولی بالاخره راه برای فرار زیاد چون دیگه حضور ندارن. یا ازدواج میکنن از زیر این قضیه در میرن، یا مهاجرت میکنن از زیر این قضیه در میرن که اگر شانسشو داشته باشن. به هر شکل این موضوعات هست. ولی خیلیشون که ازدواج میکنن، حالا با همسره یه مسئله دارن. هرچی همسره بگه که بخواد اینا رو محدود کنه، حتی اگه به حق باشه جز حقوق همسرشون باشه، باهاش جنجال بزرگی ایجاد میکنن. خیلیشون میرن بی دست و پاترین پسری که پیدا میکنن و باش ازدواج میکنن که شبیه باباشون نباشه. در واقع احساس میکنن که بابای من همیشه عصبی بود، همیشه یه خواسته هایی داشت، همیشه چارچوب تعیین میکرد، همیشه در واقع فرار در حقیقت میکنن دیگه، دارن فرار میکنن بازه. آفرین میرن دنبال یه آدمی میگردن که ببینید ناخودآگاه ها یه آدم خیلی بی دست و پا که نه خواسته ای داره از اینا، نه اصلا تو زندگیش خودش میدونه کدوموری داره میره، خودش در واقع قربانیه. میرن با اون ازدواج میکنن، هم از خونه پدره دور میشن، همین که نه اینکه بخوان کار خاصی بکنن، تخلف خاصی بکنن ها. ببین یک حسی دارن که هرچی آزادیشون رو بگیره میخوان باش بجنگن. اصلا بابا بشین بررسی کن ببین اصلا واقعا آزادی تو میخواد گرفته بشه، تو چه حقی داری به من این حرف رو بزنی؟ بابا اصلا بحث حقی نیست، این اومده این مسئله رو با تو مطرح کرده، تو داری باش جار و جنجال میکنی، واکنش شدید نشون میدی، اصلا واکنشت به گفتگو نمیخوره. چرا اینجوری واکنش نشون میده؟ چون اون ترسه هست که نکنه دوباره کسی اومده بر من غلبه و چیرگی داشته باشه. حالا همین آدمه که با شوهرش اینجوری دعوا میکنه، همه زندگیش از خانواده پدریش پنهان میکنه، چون هنوز ممکنه جلو اونها قدرت ایستادگی نداشته باشه و همون مکانیزم درش باقی مونده باشه. جلوی اونا تسلیم، جلوی این جبران افراطی و یک ماجراهای دیگر رو تجربه میکنه. پس اینا همه میتونه با همدیگه مخلوط بشه و یک انسان پیچیده رو ایجاد بکنه. خیلی از دخترها مثلا هیچ فایده ای نداره فاصله گرفتن از خانواده، ولی همینجور فاصله میگیرن، ارزش‌های برعکس خانواده رو زیست میکنن. چرا؟ بخاطر اینکه یه زمانی بهشون گفتن اینا رو زیست کن و دارن سرکشی میکنن، خودشون متوجه نیستن در قبال چیزی که منطقیه حتی به صلاحشونه دارن به شدت سرکشی میکنن. خیلی از دخترها دارن از مردا انتقام میگیرن به صورت ناخودآگاه. بسیاری از دخترها میرن مردایی رو انتخاب میکنن که یک شاخص باشن و با تمام مهارت‌های زنانه میشن اون چیزی که اون میخواد، لوندی، دلبری، سرویس دادن، محبت، نمیدونم، مثل یک روانشناس روان اون مرد رو شناسایی میکنن و شروع میکنن باهاش بازی کردن. خودشون حتی اینو نمیدونن، ناخودآگاه که اینو عاشق کنن. به محض اینکه عاشق میکنن، شروع میکنن یک کاراکتر دیگه خودشون نشون دادن، جنجال کردن، خدمت شما چه اذیت کردن، ترک کردن، بارها ترک میکنن اون آدمو و میاد به التماس میندازنش، باعث میشن زندگیش رو روشون سرمایه گذاری کنه. بعد بهش میگه که چرا این کارا رو داری میکنی؟ نمیدونه، نه دیگه از چشم افتاد، اینجوری شد از چشم افتاد. دو تایی بازش میگه، میگه 200 رو نمیبینی؟ من تو همون آدم نیستی پارسال همه کار میکرد این آدم به توجه کنه. میدونی تو ناخودآگاهشون چیه؟ از عنصر مردانه نفرت دارن، چون پدره
زندگی اینا رو سیاه کرده، از مردا دارن انتقام میگیرن به صورت ناخودآگاه. خب به صورت ناخودآگاه، یعنی خیلی چیزها در سطح ناخودآگاه ما رخ میده که بهش ما آگاهی نداریم، ولی زندگی ما رو کنترل میکنه، به زندگی دیگران هم صدمه میزنه. اون عنصر مردانه در ناخودآگاه اینا به اینا فشار روانی بسیار شدیدی آورده. اینا الان از هم هر مردی بیاد تو زندگیشون انتقام میگیرن. همینطور خیلی پسرا از مادری که به شدت کنترلشون کرده در آینده در زندگی مشترک انتقام میگیرن و الی آخر. و تشخیص اینا کار یک کسیه که حاذق باشه، روانکاو باشه، بتونه آدمو راهنمایی کنه، از این سیکل باطل درش بره. خودش هم تنها میمونه ها، نگاه میکنی میبینی در مثلا 10 سال گذشته 6 تا خواستگار داشته که پاشته در خونهشون رو درآوردن و حسابی در واقع در تلاطم بودن، حتی بعضیشون همین الان اویلیبلن، با یه اس ام اس برمیگردن، ولی این آدم دنبال یک مرد دور از دسترس دیگه است که نماد قدرت داشته باشه و اون قدرت رو به زانو در بیاره. خب این اتفاقا میفته، اتفاق روانشناختی. ولی امشب می‌خواستم از یه چیز دیگه بگم، یک موضوع خیلی مهم بگم. مهمترین تأثیر این که ما انسان‌ها رو مطیع می‌کنیم، در طرحواره اطاعت می‌ندازیم اونها رو، اینه که انسان‌هایی که در این طرحواره می‌افتن نمی‌دونن چی می‌خوان، آرزو رو تو زندگیشون از دست میدن، چون مجبور شدن به قدرت بالاتر از خودشون تن بدن، برای این کار مجبورن غرایز خودشون رو کلن کنار بذارن و سرکوب بکنن. هرچه غرایز خودشون رو کنار میذارن و سرکوب میکنن، در زندگی آروم آروم به نقطه میرسن که دیگه نمیدونن چی میخوان. این آدما میدونی چی بهت میگن وقتی ازشون میپرسی که تو چی میخوای تو زندگی، از این مرد چی میخوای، از رابطه چی میخوای، خدمت هر چه، وقتی از کار چی میگه، چی خوبه، چی درسته، چی باید. میگم من راجع به چی درسته از تو سوال نکردم، تو چی میخوای تو زندگی، چی میخوای. نمیدونه چی میخوای. راجع به آدما مشاوره میکنه با ما که ببینه چی درسته چی خوبه، نمیدونه چی میخواد، چون ارتباطش با کودک درون به طور کامل از بین رفته، چون اون چیزی که در درونش احساس خواهندگی داشته توسط قدرت دامیننت بیرونی کاملا سرکوب شده از بین رفته. این ارتباط به طور کامل قطع شده، اینا دیگه ذوق ندارن، شوق ندارن، خواهندگی ندارن، برق چشاشون از بین رفته، میتونن برای هدفی که عموما مال خودشون نیست بسیار سکریفایس کنن، ولی برای اینکه به اون عشق خودشون رو دنبال کنن اصلا شهامت ندارن، اصلا نمیتونن بهش فکر کنن، اصلا نمیتونن بهش پی ببرن. خب این موضوعه. واسه همین اینجور آدم ها ممکنه ببینی برای یه هدفی که اصلا به خودشون هیچ نفعی نمیرسونه کلی تلاش میکنن. زندگی در واقع انحرافی رو طی میکنن. ما اصطلاحا بهش میگیم زندگی انحرافی. یه زندگی نه، میبینی خواست باور رو سوال ها زندگی کرده، خواست مامانه رو زندگی کرده، خواست جامعه رو زندگی کرده، برخلاف خواست اونا زندگی کرده، که برخلاف زندگی کردن و در جهت زندگی کردن یه طرحوار است، فرقی نمیکنه من گیرشونم که باهاشون موافقت کنم یا گیرشونم که همش باهاشون مخالفت کنم. در واقع توی یه مسیر دارم میرم، عقل سلیمم و آرزوهای درستم و اون کودک درونم اینا تعیین نمیکنه مسیر زندگی من. به هر شکل توی فضای قرار میگیرم که نمیدونم چی میخوام. بزرگترین کمکی که ما به این آدما میتونیم بکنیم اینه که آروم 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 با درونشون وصل بشن و تشخیص بدن تو زندگیشون چی میخوان و به کجا میخوان برسن، آرزوهای خودشون رو بازشناسی کنن. این آدما آدمایی میشن که برای یک هدف پوشالی تلاش میکنن، نه در مسیر تلاش لذت میبرن از مسیر، نه در لحظه رسیدن به دستاورد لذت میبرن، و ثانیه بعد میگن خب که چی، الان کجا باید برم. من یاد خودم میفتم که تو دوران مدرسه وقتی بهم میگفتن چه رشته‌ای دوست داری، میگفتم دوست داری یعنی چی، من چی باید بخونم، چی خوبه بخونم، به من بگید چی بخونم، من اونو میخونم. و این خیلی فاجعه است که یه نفر نتونه اینو بفهمه که ریاضی رو دوست داره یا ادبیات رو دوست داره یا زیست شناسی رو دوست داره یا ورزش رو دوست داره و کدوم اینا میخواد عمرش رو صرف کنه، اونم تو بوهه آرزوها که میشه 15 16 سالگی که سن انتخاب رشته مثلا دبیرستانه، نمیدونه چی میخواد. من خودم نمیدونستم شما، چون شدیداً تو درباره اطاعت بودم و میگفتم به من بگید چی بخونم خوبه. مثلا پدر و مادرم هم یه مقدار فکر کردن، یه مقدار اینور اونور صحبت کردن و فلان، اینا گفتن ریاضی خوبه و من اول رفتم ریاضی خوندم، رشته ریاضی خوندم، چون برای من فرق نمیکرد که کتاب ریاضی رو بخونم خودم رو سرکوب کنم یا کتاب فیزیک رو بخونم خودم رو سرکوب کنم یا کتاب ادبیات رو بخونم خودم رو سرکوب کنم یا زیست شناسی رو، فرقی نمی کرد، درس درس بود. و اون عشق و تپش رو در خودم احساس نمی کردم که
برای اون عشق و تپش تلاش کنم. عشق و تپش رو باید کنار میذاشتم که تایید خانواده، مدرسه و جاهای دیگر رو داشته باشم. عشق و تپش مزاحم ماست برای داشتن تایید دیگران. برای داشتن تایید دیگران عشق و تپش ما مزاحمه. اولین چیزی که ما دور میندازیمش آرزوهامونه و خودمون رو تنظیم میکنیم که کجاها برای ما کف میزنن. مامانم اینا برای درس کف میزنن، پس برم برای اینکه تو فامیل اینجوری من سرفراز میشم، تو مدرسه اینجوری بهم جایزه میدن، هی میگم فلانی اله بله، میشم اون آدم و من عشق و تپشی دیگه ندارم. میگم چی درسته چی خوبه شما من بگین. بزرگترین شانس زندگی من این بود که با روانشناسی آشنا شدم و خودم از این سیکل باطل بیرون آوردم. اون روزی که من خواستم از مهندسی مکانیک برم روانشناسی بخونم، همه میگن این دیوانه شده، اصلا مگه میشه مثلا یه کسی مثلا مهندسی مکانیک رو ول کنه مثلا بخواد بره روانشناس بشه؟ در صورتی که بهترین تصمیم زندگی من بود، چون توی مسیر افتادم که قلبم براش میتپه و دوستش دارم و کمک کردم به انسانها. به من جسمی منو خسته میکنه کارم، ولی روحی همش منو داره میاره بالا. دامون این شانس بود، اتفاق بود یا چی؟ ببین یک مجموعه عوامل بود، مجموعه عوامل بود که این اتفاق افتاد. ولی میتونم یه واژه رو بگم که تو خوشبختی انسان‌ها از همه چیز موثرتره. به من بگن یه دونه واژه بگو که انسان‌ها اون یه دونه واژه رو اگه داشته باشن از بقیه چیزا تاثیرش بیشتره برای خوشبختی، میگم شهامت. شهامت نه به معنای فقدان ترس، به معنی این قوا که من در حین ترس عمل کرد داشته باشم به سمت اونچه که در واقع لازمه، اونچه که دوست دارم، اونچه که آرزو دارم، اونچه که برای من تو این لحظه معنایی داره به سمتش رفتن. چون همیشه به سمت جای درست رفتن همراه با ترسه. یه روزی مثلا برای اولین بار ما اومدیم مثلا جلوی دوربین نشستیم حرف زدیم، من قشنگ اون روزو تو زندگی خودم یادم میاد که چقدر استراب داشتم و یه متن مثلا 2 دقیقه‌ای رو که مثلا بارها مطلب رو بهش اشراف داشتم واسه ازش فیلم تهیه ویدیو تهیه کنم، چقدر هی توپق میزدم خراب میکردم نمیدونم هی و بعد هی منتظر فیدبک بودم الان آدما چی میگن. خب این یه قدمی بود که مثلا من بتونم به یه ترس کوچکی توی زندگی غلبه کنم. شهامتی نش. بعضی فکر میکنن که باید ترس نداشته باشن. اتفاقا انسان تا وقتی عقل داره ترس هم داره. کسی ترس نداره که عقل نداره. خب ولی مهم اینه که شهامت ما داریم. شهامت یعنی در کنار این که ترس خودمون رو احساس میکنیم به اهدافمون متعهد باقی میمونیم و میتونیم قدم بزنیم. وقتی من فهمیدم که این راه من نیست، من توی مهندسی مکانیک میتونم نمره پاسی رو بیارم، من البته تمومش کردم اون لیسانس مهندسی مکانیک و اون کارشناسی رو گرفتم، ولی واقعیتش این بود که توی کارگاه اتومکانیک من خوشحال نبودم، توی کارگاه سیالات من خوشحال نبودم، نمرم حالا هر عددی بود با اون کار ندارم، ولی مثلا از این که مثلا خمشه یه تیر رو حساب میکنم خیلی خوشحال نبودم، چون از اون میگم خب یه دونه مثلا نرم افزار اینو وارد میکنم اون حساب میکنه دیگه، من اصلا نشستم حالا خیلی هم من دقیق‌تر باز حساب میکنه، خب برای چی مثلا من دارم این کارو میکنم؟ برام معنا نداشت. ولی اون موقعی که رفتم روانشناسی برای هر صفحه‌ای که میخوندم شوق داشتم، برای هر صفحه‌ای که میخوندم شوق داشتم، اگر که ده ها صد ها کتابی که اصلا دانشگاهی نیست ولی به من اطلاعات اضافه میکرد سعی کردم بخونم، کتابای مختلفی رو در واقع تو عرفان، جامعه شناسی، هر چی به انسان ها مربوطه، تو فلسفه شروع کردم به مطالعه کردم و اون حرکت عاشقانه بود. شما متوجه میشین یه کسی داناییش آریه‌ای است یا این به یک منبع شوق درونی متصل شده؟ یه وقتایی شما متوجه میشی که یه کسی یه چیزایی رو حفظ کرده، تکرار میکنه، یه ذره از اون خط میزنه بیرون دیگه داستانا فرق میکنه، ولی یه جایی متوجه میشی یکی اون چیزی رو که خوردهش کرده. من سعی کردم نمیگم حالا ادعای خاصی ندارم، ولی سعی کردم زندگیش کنم، تو زندگی خودم بسنجم و باهاش پیش برم. این اتفاق بود. آره میگی شانس بود یا چیزای دیگه بود، مجموعه ای از عوامل بود. تو زندگی همه ماها دعوت هست برای اینکه خودمون رو زیست بکنیم، برای اینکه از طرحواره های بدمون بیایم بیرون و یک مسیر پرشهامت رو بریم، ولی این دعوت ها پایدار نیستن، میان یه مدتی تو زندگی ما هستن، فکرش، شورش، تنشش تو زندگی ما میاد، یه همزمانی های رخ میده
راههایی برامون باز میشه و ما این که این دعوت رو داشته باشیم که بگیم واردش میشیم یا تسلیم ترس هامون میشیم و اون شهامت از خودمون نجات نمیدیم. این جمله رو من به جد میگم به همه دوستان، اگر از زندگیتون ناراضی هستین، نجات مال شجاعانه، نجات مال آدم ترسو است. کسی که تسلیم ترسه، ترس داشتن مهم نیست، هممون داریم، منم پر ترسم. کسی که ترس نداره عقل نداره. گفتم عقل مهمترین کارکردش تولید ترسه، تولید اطلاعات مبهم آینده رو تحلیل میکنه، برای یه استرابا یه ترسای طبیعی داشته باشیم. ولی شهامت به معنی گام برداشتن در زندگیه، حتی علارغم این که ترس ها در ما وجود دارن و در واقع تسلیم ترس ها بودن بزرگترین خطاست. حالا اونجا اون یکی از اون لحظه های زندگی من بود که من یه تصمیمی داشتم و اونو انجام دادم و از اینکه انجامش دادم خوشحالم. ما خیلی خوشحالیم که این تصمیم رو گرفتی. آره. پس یه جایی ما آرزوهامونو گم میکنیم. یعنی مهمترین مسئله مطیع بودن اینه که ما میریم دنبال چیزهایی که مسیر ما نیست. روح ما میدونه که چی میخواد. در واقع الان مثلا اگه یه نفری مثلا 40 سالشه فرزن و میخواد ببینه تو زندگی چه مسیری درسته و سرگردانی رو در واقع تجربه میکنه، بهترین کاری که میتونه بکنه اینه که بره و وارد اون فضای در واقع ترسهاش بشه، بره وارد فضای نوجوانیش بشه. مهمترین بخش آرزوهای ما در نوجوانیمون خودشو نشون میده. توانمندی های اصلی ما گوشه گوشه تو نوجوانی خودشون نشون میده. ما نوجوانیمون رو مرور کنیم، معمولا کارهایی رو که توش فوق‌العاده خوب هستیم رو پیدا میکنیم، روندهایی رو که در واقع میتونه به ما کمک بکنه به درخشش برسیم رو میتونیم پیدا بکنیم. بنابراین خواستهای قلبی ما آروم آروم خودشون رو نشون میدن. ما وقتی مطیع میشیم در عدم پذیرش با خود میفتیم، چون با دو تا واژه خطرناک روبرو میشیم: خوب بد. خوب و بد یعنی اینکه وجود ما دو پاره میشه، بخشی از وجود ما رو فضای محیطی میپذیره و بهش کردیت میده، جایزه میده، ریوارد میده، و بخشی رو طرد میکنه و میگه تو اینها نباید باشی. در صورتی که اگر ما خدمت شما عرض شود که بخوایم رشد بکنیم، باید همه وجودمون رو بپذیریم، چه چیزهایی که جامعه در ما خوب میدونه، چه چیزهایی که اجتماع و جامعه در ما خوب نمیدونه، در صورتی که اونها هم بذرهای موفقیت ما رو به شدت در خودشون دارن. یه همچین ماجرایی رو باید در واقع دنبال بکنیم اگر که میخوایم که اون در واقع مسیر موفقیت خودمون رو پیدا بکنیم، اون کاری که براش اومدیم و خواسته. و من اعتقاد دارم ما هر کدوممون تو این جهان کار خاصی رو میتونیم انجام بدیم که هم برای خودمون و هم برای جامعه ارزش افزوده تولید میکنه و ما رو موفق میکنه، ما رو درخشان میکنه، ما رو خوشبخت میکنه. اگر میخوایم اون مسیر رو پیدا بکنیم، نیاز داریم که وجود خودمون رو همونگونه که هست بپذیریم. و پذیرش یه لغت خدمت شما عرض شد که چالش زاست، چون معنای پذیرش خیلی جا خوب درک نمیشه. مثلا یه کسی میاد میگه که من فلان چیز راجع به خودم پذیرفتم ولی خیلی ناراحتم اینجوریه. من همین امروز با یه آقای صحبت میکردم که خیلی هم دوستش دارم از مراجعه ها، که گفتم مثلا این حس حماقت رو از خودت پذیرفتی؟ گفت آره آره دارم میپذیرم، ولی خیلی رگرت دارم، خیلی افسوس دارم نسبت به گذشته. گفتم تا وقتی افسوس داری نمیخوای باز اون باشی. پذیرش یک شیرینی است. براش این مثال زدم، گفتم مثلا اگه یه کسی میخواد حماقت خودش رو بپذیره، شما میری یه تئاتر میبینی مثلا اون بازیگر نقش اول اون بالا داره کارهای احمقانه میکنه، ولی همه میخندن، ارزش افزوده داره ایجاد میکنه. پس حماقت هم درست استفاده بشه ارزش افزوده داره ایجاد میکنه. اون آدمی که روی صحنه تئاتر داره کار احمقانه میکنه، حرف احمقانه میزنه و همه روده بر میشن، همه بلیت میخرن که بیان اونو ببینن، حماقتشو به خوشایندی پذیرفته. پذیرش پس یک تجربه خوشاینده، نه یک تجربه ناخوشایند. اگر کسی میخواد که بفهمه کیه چیه، باید وجهای تاریک خودشو که ما وجه تاریک نداریم، از نظر جامعه اون وجها تاریک بودن، از نظر پدر و مادر اون وجها نپذیرفته بودن، از نظر مدرسه، مکتب، نمیدونم هر چیز دیگری اینها ناپذیرفته بودن، باید اونها رو به خوشایندی بپذیریم. به خوشایندی یعنی حس دوست داشتنی که حالا یه پروسه‌ای داره، بعدا میتونیم راجع بیشتر صحبت. یه ذره بیشتر اینو برامون باز کن. ببین یه مثال از دبی فورد برات میزنم.
گری فورد یه آدمیه که تو سن زیر 30 سال 28-29 سالگی به بنبست بزرگ تو زندگیش خورده و یک جای آموزشی میره شرکت میکنه با یک استادی که مثلا یه کارگاه آموزشی یه ذره خودش کمک کنه، خودکاوی کنه، خودسازی کنه. در اون کارگاه آموزشی اون استاد تو یکی از این جلسات یهو داره با دبی کار میکنه، نرفه یهو به دبی میگه دبی تو چرا انقدر مزخرفی هستی؟ دبی میگه که استاد شما از کجا متوجه شدین؟ واقعا من این هستم، دارم تو این کارگاه یاد میگیرم خودم رو بپذیرم، ولی من از این بخش خودم متنفرم، چجوری اینو بپذیرم؟ همش با دوستام دعوا میشه، 10 تا بهشون خوبی میکنم، یه بدخلقی عجیب غریب میکنم باهاشون، از دستم ناراحت میشن. قول معروف من همون گاو نومن شیردم که 100 تا کار بر آدما میکنم، بعد یه مزخرف بازی با تو در میارم، اینا از دست من رنجیده میشن، همیشه هم بدهکار همه. میگه این صفت خیلی صفت خوبیه در تو هست، تو به شکل خوبی ازش استفاده نکردی. به شکل خوب ازش استفاده کردن دو تا معنا داره، یعنی یا من در جای نامناسبی ازش استفاده میکنم یا به مقدار نامناسبی ازش استفاده میکنم، مثلا بیش از حد دارم ازش استفاده میکنم، اغراق شده استفادهش میکنم. خب دبی میگه مثلا کجا من از این استفاده کنم خوبه؟ میگه یه مثال برات میزنم، فرض کن تو خونهتون میخوای بازسازی کنی، میری یه معماری میاری، نقشه میده، فلان میده، بیسار میده، یه قرارداد باش می‌نویسی، میگه آقا در مدت 3 ماه من اینو با این نقشه به شما تحویل میدم. شما 2 ماه بعد به اون محل مراجعه میکنی، پیش پرداخت دادی، از خونت رفتی، وسایل رو جمع کردی، تو دردسری منتظر خونه رو پس داده بشه، میری اونجا میبینی کاری انجام نشده بعد 2 ماه. دبی تو با این آدم چجوری رفتار میکنی؟ دبی یه خنده میکنه، یه پوست همچه آدمی رو من میکنم، یه کار میکنم از زندگیش پشیمون بشه با من همچه کاری. میگه این دقیقا همون صفت مزخرف بودن توه، میری ازش شکایت میکنی، علم میکنی، پیگیری میکنی، ولی اونجا مفیده، همه اینجا مفید داری ازش استفاده میکنی. اونجا که سر یه موضوع بی خودی با دوستت بحث میکنی، میرنجونی، قهر میکنی، قیافه میگیری، طول میدی، کش میدی، نمیبخش یا طلب بخشش نمیکنی، بلان میگونی اینجا نامناسب داری و ناهماهنگ داری ازش استفاده میکنی. پس صفت مزخرف بودن تو یک جا استفاده هماهنگ داره، یک جا استفاده ناهماهنگ. پذیرش به معنی اینه که چه خوب که من صفت مزخرف بودن دارم، چون تو جای X و Y و Z میتونم به هماهنگی ازش استفاده کنم و یادم باشه این صفت رو در A و C جایگاه های دیگر استفاده کنم به من صدمه میزنه، به روابط من صدمه میزنه. وقتی باهاش دوست میشم میتونم هماهنگ ازش استفاده کنم. پس ما برعکسش انسان پخته هماهنگ و ناهماهنگ داره، برعکسش هم صدق میکنه. یعنی شما در جایی که باید قهر باشی روی قهریت رو ببینن، اگر سافت باشی باز دوباره اونجا خرابه دیگه. آفرین. مثلا مهربانی به ما گفتن یه ارزشه، مثلا جزو اون ارزش‌های خوبه، در اصل مهربانی همیشه خوب نیست. خیلی مهربانی‌ها مشکلات عدیده و بزرگی ایجاد میکنه، در جایی که من باید محکم باشم، قاطع باشم، مرز بذارم، چارچوب بذارم، ارزشم شناخته بشه، مطالبه در واقع داد و ستد کنم به جای اینکه فقط ایثارگر دهنده باشم. خیلی جا مهربانی سمه، ما با آدم ها آموزش میدیم. خیلی وقتا با بچه‌ای که مثلا باید بهش چارچوب آموزش داده بشه، مثلا من مهربانی بیجا میکنم، اون بچه رو راه بده، هیچ چارچوبی یادم. خیلی جاها مهربانی اشکال داره. بنابراین پس مهربانی خوب است یا بد؟ نمیدونم. مزخرف بودن خوب است یا نه؟ نمیدونم. دروغ خوب است یا نه؟ نمیدونم. خوب چیه؟ هماهنگ و ناهماهنگ کجا ازش استفاده میکنی؟ کجا ازش استفاده میکنی؟ یه آدمی میاد مثلا من یه سوالی میکنه، من میخوام دروغگو نباشم، همه دیتای خودم بهش میدم، خیلی بلاحته. دروغ در جای خودش کاربرد درست داره، با دروغ میشه انسانها رو نجات داد، با دروغ میشه انسانها رو درمان کرد. پلاسبو یه دروغه، انسانها رو درمان میکنه. پلاسبو دارونماست دیگه، ما دارو چیز میدیم ولی تلقیم میکنیم اثر دارویی رو که اصلا وجود نداره به اون آدم میده، چیزی رو درمان میکنه که اصلا وجود نداره. بنابراین مسائلی که پس اینه که شما کجا از چی استفاده میکنی. انسان پخته خودشو پذیرفته به طور کامل، همه ابعادشو، نه اینکه خب حماقت هم در من هست، نه من میدونم احمقم، خیلی وقتا هم تو زندگیم حماقت کردم، حماقت خودم رو هم دوست دارم، خیلی جاها هم کار احمقانه کردم بقیه خندیدن، تونستم بقیه رو شاد کنم، خیلی جاها هم حماقت کردم، حتی طوری قضیه چرخیده به نفعم شده، چرا یادم نمیمونه اینا؟ چون ما آینده رو کامل نمیتونیم پیش بینی کنیم. خیلی وقتا فکر میکنیم با دانایی داریم رفتار میکنیم، داریم
آسیب میبینیم. خیلی وقتا با حماقت داریم رفتار میکنیم، یه اتفاق دیگه میفته. پس بنابراین وقتی میایم بررسی میکنیم مسائل رو، به یک نقطه میرسیم که میبینیم پذیرش خود یک اتفاق خوشایند در وجود ماست. من همه ابعادم رو در آغوش میگیرم، دوست دارم، میپذیرم. میپذیرش ناخوشایند ما نداریم. من پذیرفتم که یه جاهای مزخرفم، ولی خیلی پشیمونم. تو پشیمونی نداره، تو از این صفت پشیمونی یعنی نپذیرفتیش، یعنی میگی کاش نبود، نه هست. چه خوبه که هست. یاد میگیرم از این ابزار چگونه هماهنگ استفاده کنم. هر صفت در ما یک ابزاره که به ما یک قدرت اضافه میکنه. بنابراین وقتی ما تمامیت خودمون رو پس میگیریم، از اطاعت میان بیرون، از مطیع بودن میان بیرون. یونگ یه جمله ای داشت که من اینو 15 سال پیش میخوندم، با یونگ مشکل داشتم. خیلی من یونگ رو قبول دارم، خیلی انسان بزرگی، خیلی دانش وسیعی به بشریت اضافه کرده و من همون موقع خیلی دوستش داشتم، ولی این جمله رو باش تضاد داشتم. چون من هیچ‌وقت آدمی نبودم که صفر رو سر کنم بگم یه آدمی چون قبول دارم، من حرفاشم قبول دارم. ما اینو میگم، یعنی یه آدمی که تو قبول نداری ممکن یه حرفی بزنی که اون حرفو قبول داری، یا یه آدمی که قبولش داری ممکن یه سری حرفاشو الان نتونی قبول کنی. باید حرفو بررسی کنی، نه صاحب حرفو. باید ببینی اون اطلاعات به چه دردت میخوره و آیا تو چیز. حالا این جمله چی بود؟ این جمله این بود، یونگ میگه من به جای خوب بودن، کامل بودن رو انتخاب کردم. خوب بودن یعنی چی؟ یعنی همون دو پاره شدن. آره. یعنی چی؟ یه سری چیزا رو نگه داشتم، یه سری چیزا رو ریختم دور و وجود من آمبالانسه. خب؟ ولی کامل بودن یعنی چی؟ کامل بودن یعنی من همه صفات خودم رو پذیرفتم و به شکل هماهنگ یاد گرفتم ازشون استفاده کنم. این انسان آمادگی پرواز داره. این انسان آمادگی اینو داره که رویا داشته باشه، رویاشو به هدف تبدیل کنه و اون مسیر رو طی بکنه. متاسف خانه نوع تربیتی که در جهان وجود داره انقدر توش خوب و بد زیاده، فقط تو ایران نیست، تو جای دیگه دنیا آدم ها مگه مطیع نیستن؟ مثلا تو کانادا مگه آدم ها مطیع نیستن؟ اتفاقا از یه بچه های بیشتر سیستم ها که کلن تلاش میکنن که شهروندان مطیع بسازن. این کسان آفرین. پس انسانی که میتونه تفاوت ایجاد بکنه، میتونه روح خودش رو زیست بکنه، میتونه استعدادهای خودش رو بارور بکنه، که کامل بودن رو انتخاب کرده و تایید طلبی رو کنار گذاشته، ترس از قضاوت رو کنار گذاشته، شهامت کرده تایید دیگران رو نداشته باشه. الان مثلا چند نفر میان خیلی البته ابراز محبت میکنن به شما، ولی من بعضی وقتا لایو رو نگاه میکنم مثلا اونوری هم مینویسن. خب اگه من ترس از قضاوت داشته باشم بعد دیگه نیام جلو دوربین، دیگه پیکاسو که داره اینم اطلاعات میده فلان میکنه بسیار میکنه، باید نیاد دیگه ها، ولی داری میای. بنابر این شهامته، یعنی ما میدونم قضاوت هست ولی میام، من میدونم آسیب هست، بد و بیراه هست، ولان هست، ولی میام. کماکان میدونم همه دوست خودم ندارن، همه تایید نمی کنن، در نظر همه خوب نیست، ولی انجام میدی چون تو فکر میکنی که کار صحیح رو انجام میدی. آره، حتی ممکنه 5 سال دیگه فکر کنم صحیح چیز دیگه بوده، ولی الان دیگه دقیقاً. پس این در واقع برای برون رفت از اطاعت، من چند تا پیشنهاد به دوستان دارم. البته خیلی ما پیشنهاد تخصصی تر آروم آروم بهتون میدیم، ولی اولین موضوع اینه که با این تعریفی که الان براتون گفتم پذیرش خود رو شروع کنیم و آروم 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 به درون رجوع بکنیم، برای اینکه آرزوهای اصیل خودتون رو پیدا بکنید، اونجایی که شما با معنی هستین و فکر کنید همه چیز امکان پذیره. این قضاوت‌ها، این خوب و بد ها رو کنار بذارین و از یک منظر بی قضاوت به زندگی نگاه کنید. خوب و بد کردن یعنی قضاوت کردن. اصلا اونجایی که به ما واژه خوب و بد رو یاد دادن یعنی قضاوت کردن رو به ما یاد دادن. خب؟ و بعد هی میگیم قضاوت نکن، قضاوت نکن، قضاوت نکن. تا وقتی خوب و بد میکنی مگه میشه قضاوت نکنی؟ خب؟ یه جایی باید به یه سکونی برسی، به یه آرامشی برسی، نگاه بکنی که من اگه خوب و بد بذارم کنار، به یه پدیده نگاه کنم، چگونه این پدیده میتونه ارزش افزوده ایجاد کنه، چجوری میتونه به من کمک کنه، چجوری میتونه به دیگران کمک کنه، چجوری میتونه در یک هماهنگی با جهان و محیط زیست من قرار بگیره، اینجوری میتونم. حالا ما تا میگیم خوب و بد بذار کنار، آدما میرن یه چیزایی میگن که حالا من نمیخوام تو اون بحثا وارد شم، ولی بحث ما این نیست یک کاری که مثلا آسیب زاست بریم انجام بدیم. آسیب چیزیه که وجود داره. خوب و بد به من کمک کنه. خوب و بد یه چیز تصنعیه، یک عینک رو چش منه که مثلا دروغ بد است، مهربانی خوب است،
فلان بد است، این خوب است، اون بد است، این خوب است. نه، اینا رو بذاریم کنار، همه چیز ابزار من است و هر چیزی استفاده هماهنگ و ناهماهنگ دارد. من باید در جهان خودم کشف بکنم و برگردم به کودکی نوجوانی، یه مروری کنم ببینم برای چه چیزهایی شوق داشتم که حالا محیط به من اجازه رشد در اون مسیرها رو نداده و اجازه نداده که رشد بکنم. پدرم آرزوهای دیگری داشته، مادرم چیزهای دیگری میخواسته. تو مدرسه شاگرد اول، دوم، سوم مهم بوده. اینکه یه کسی مثلا خط خوشی داره، حالا بدک نبوده ولی خیلی کریدیتی هم دریافت نکرده. یه کسی خوب شوت میزده، هی بهش گفتم پسر خوب شوت خوبی زدی ولی برو درس تو بخون، اون مهم داره. و خیلی جورای دیگه حالا محیط به ما در واقع شکل داده. برم بگم من کیم، من چی بودم، اونجا برای چی شوق داشتم، اونجا چه کار میتونستم بکنم. و این تغییرات اولیه رو که ما شروع میکنیم آروم 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 در خودمون ایجاد کردن، حالا میتونیم چیکار بکنیم؟ حالا میتونیم انتخاب‌های خیلی خیلی بهتری داشته باشیم و بعد دوباره شهامت به درد ما میخوره. شهامت کلید همه این کاراست، اصلا همه این نگرش‌ها همراه با شهامته. بعدن تازه راهو پیدا میکنیم، میگیم حالا من یه امنیتی دارم، یه کاری دارم میکنم، خیلی هم راضی نیستم ولی برم مسیر زندگیمو، برم این چیزی که فهمیدم آرزوی منه. من با یه آقای دکتری صحبت میکنم، حالا اسم نمیارم، توی آلمان، که ایشون اونجا در واقع متخصص هستن و یک زندگی از نظر مالی و همه چی مرتبی دارن ولی حالشون یه مقداری خوب نبود یه مدتی که ما با هم دیگه صحبت میکردیم. بعد من دنبال شوق میگشتم، هی در این آدم میبینم این شوق، این افسرده خویی کجاست، این چرا مثلا دستش نمیره پرونده ها رو بنویسه، چرا دستش نمیره فلان کار رو کنه، چرا دستش نمیره، چرا با حال بد میره سر کار. دنبال شوق میگشتیم، یهو به خاطر آورد که این در دوران نوجوانی چیزهایی میساخته و ابتکارهایی داشته تو این زمینه. الان باورت نمیشه کارگاه برای خودش درست کرده، چیزای عجیب غریب میسازه. اصلا باورت نمیشه یه دکتری که هیچ تحصیلات مهندسی نداره چیزایی داره میسازه عجیب غریب، چون تلنتشون توه، تلنت خودش رو پیدا کرده و الان سر کارش هم با حس بهتری میره. وقتی هم که برمیگرده با شوق میخواد بره تو کارگاهش و یه چیز جدید درست کنه، یا عالمه فکر، یا عالمه شور، یا عالمه حال. اون شجاعت باعث شده که از اون کامفورت زون بزنه بیرون. حالا آروم آروم گام بعدی ممکنه یهو بگه آقا من دیگه بیمارستان نمیرم، ولی دو سه سال دیگه یک مجموعه صنعتی خاصی رو اداره بکنه. مثل هنری فورد. هنری فورد چیکار کرد؟ یه آرزوی داشت که ماشین بسازه، همیشه از ماشین خوشش میومد، ولی یه کارمندی بود که هفته 25 دلار حقوق میگیره. 25 دلار رو ول کردن برای هنری فورد خیلی سخت بود و اونجا شانس میاره، مادرزنی داشته که بهش میگه برو تو موفق میشی، نترس، برو جلو. و همسری داشته که گفته هر تصمیم بگیری پشتتم. مثل ویندایر. ویندایر یه جای استاد دانشگاه بوده، میخواسته بیاد بیرون بره کتاب چاپ کنه، همه مسخرهش میکنه، هم میگن تو دیوانه، همه صف بستن میان جای شغلی تو رو بگیرن. ولی اونجا که راهشو پیدا میکنه، شوقشو پیدا میکنه، پرورشش میده، شخصیتشو منطبق بر اون شوق میکنه، یه مسیرهای اولیه رو طی میکنه، میاد بیرون و شانس ما بیاریم کسانی اطرافمون باشن که حمایتمون کنن، اگه نکردن متخصصین هوشمندی هستن که از شما حمایت بکنن، بیان بیرون و حرکت بکنن و اقدام بکنن و زندگی جدیدی بسازن. و ویندایر میتونست یه استاد دانشگاهی باشه که من و شما اسمشو نشنیدیم. هنری فورد میتونست یه کسی باشه که ثروتمندترین مرد آمریکا توی مقطعی نباشه، بلکه یه آدمی باشه که مثلا یه جای هفته 25 دلار یه کارمندی حقوق گرفته و تمام شده رفته. ولی اینا شهامت کردن. شهامت یعنی مسیر رو پیدا کردن، با درونشون هماهنگ شدن و حرکت کردن. و بزرگترین سم زیست کردن آرزوها همین مطیع بودنه، همین مطیع بودن، همین که در حقیقت کنترلگری انجام میده، باعثش میشه مطیع بودن، مولود کنترلگری است. این اتفاق چقدر عجیبه که ما به صورت ناخودآگاه همش آرزوی بچه های مطیع داریم. فرزند صالح گلیست از گلهای بهشت که نمیدونم چنین است و جنان است و فلان است. و بعد هر جایی که میریم، به مثلا من توی اطرافیانم و نزدیکانم یک دوستی دارم که پسر بسیار بسیار شیطونی داره، اینقدر شیطون که بعض وقتا مثلا شنیدم بزرگترم خب ببرنش پشت دیوار یا اوشکی مثلا یه فصل بزننش.
انقدر بچه باهوشیه، انقدر بچه شارپیه، انقدر بچه پر رو بی تربیتیه، به خاطر اینکه تو سنش نیست. میدونی چی میخوام؟ کشف هایی داره، داستان هایی بلده که اصلا در سن و سال خودش نیست و انقدر برای بچه های هم سن و سال خودش هم خطرناکه. و بعد من نمیدونم چرا همه تلاش میکنن و دوست دارن که این بچه رو مطیع کنن. خب و من همیشه خیلی سخته، البته منم وقتی که مثلا یه در کنار نیوان و دلوان قرار میگیره چیز میشم، احساس میکنم کاشکی اینجوری نبود. ولی من راه حلم اینه، یعنی بارها و بارها با شبنم صحبت کردم و گفتم که ببین، ما اصلا نباید تلاش بکنیم که این بچه رو سرکوب کنیم، بلکه به لحاظ اینکه بچه های ما در یک فضای دیگری بزرگ میشن، بهتره که برخورد بچه های ما با این رو به حداقل برسونیم که نه او رو سرکوب بکنیم، میشه میگم، و نه بچه های ما مثلا یهو دچار دگرگونی بشن به خاطر اینکه مثلا یه چیزایی همیره نگاه میکنه که مثلا آثارش رو نیوان مونده، مثلا یه برنامه هایی به نیوان نشون داده که الان نیوان میترسه، خب چون اون میره برنامه های بزرگتر رو نگاه میکنه فلان میکنه، ولی ناخودآگاه همه بزرگتر یه جوری هم آرزوی بچه مطیع رو دارن و هم تلاششون اینه که بچه رو مطیع کنن. ببین نگهداری گوسفند توی خونه خیلی راحت تر از نگهداری یوزپلنگ توی خونه است. بنابراین والدین تصمیم میگیرن یوزپلنگ هایی که در خونهشون به دنیا اومدن، شیرها، ببرها، اینا رو تبدیل به گوسفند کنن و پدر مادر اگه قصد کنن موفق میشن. اگر پدر مادر قصد کنن این کارو خواهند کرد. اینقدر به اون مطیع بودن ریوارد میدن، جایزه میدن و اون یکی مثلا سرکوب میکنن یا فلان میکنن که انجام شد. خب این 20 ساله شدم بعد میره تو جامعه هم گوسفنده سا. خب بعد هم میگی تو چرا موفقیت کسب نکردی، تو چرا نمیدونم شوهر مناسب پیدا نکردی، تو چرا فلان کارو نکردی، تو چرا 20 سال کارو نکردی، چرا شهامت چی ماما جون یه کاری بر خودت بکن فلان. میبینی که همه چشمو بلده بگی، اصلا خیلیشون بیماری روانشناختی پیدا میکنن تو سن 28 سالگی، میبینی افسردن، خیلیاشون موضوعات جنسی پیدا میکنن، ناتوانی جنسی چه تو دخترش چه تو پسرش پیدا میکنن. خیلی اتفاقا براشون میفته که اگه نتونن اینو پاره کنن این پیله رو بیان بیرون. حالا من نمیخوام همه افعادشو الان برم داخلش، ولی واقعیت اینه خیلی اتفاقای بدی براشون میفته. ولی یوز پلنگ میبینی آره چهار تا کارم میکنه، ماشینم تو دیوار میکوبونه توی یه سنی، دو دفعه هم کلانتری باید بری دنبالش درش بیاری، یه نمیدونم توی بازارم یا 20 سالگی چه که برگشتی پیدا میکنه بعد ببری براش وام بگیری قسط بده ولی بعد میبینی یهو 27 سالگی یه موفقیت بزرگ خلق میکنه چون یوز پلنگه. خب و بالاخره شکار رو یاد میگیره، بالاخره تو جامعه پیشرفت رو یاد میگیره، بالاخره راه خودش رو پیدا میکنه. ما اون چیزی که بهایی که داریم میگیریم از یه آدم کل موفقیت زندگیشه که میخوایم بچه خوبه دست به سینه یه گل به شیرنی دست نزنه، مهمون اومد اون کارو نکنه، عمو رو بوس کنه، نمیدونم به خاله سلام بده و اینو که میخوایم درستش کنیم. خب این خیلی هزینش بالاست، خیلی هزینش بالاست. بچه که تو کوچه بزرگ شه از این موفق‌تر میشه اینی که من دارم درست میکنم. تازه به خودم فشار میارم، مدرسه غیر انتفاعی هم اسم مینویسم که بیشترم، تازه دیگه بکننش تو هونگ دیگه قشنگ. اینجا مدرسه خوبیه، اینو خیلی حواسشون هست و واقعا صد رحمت به بسیاری از مدارس دولتی نسبت به مدارس غیر انتفاعی، بعضی اونجا بچه این ذره آزادی بیشتری دارن. آقا حداقلش اینه 12 تا از این میشن میرن خونه تا 4 نگرشون نمیارن، حداقلش اینه. الان حدود 20 خورده ای سالی که آلمان، یعنی رفت بعد 3 سال 2000 رفتم آلمان و بعد محیط آلمان یک محیط خیلی متفاوتیه با ایران از هر لحاظ که فکرش رو بکنی، تفاوت‌های نمادین و فاحش داره با ایران از لحاظ بستر اعتقادی، اجتماعی، سیاسی، هر چیزی که فکرش رو بکنی. و بعد به عنوان یه آدم بزرگ وقتی وارد میشی احساس میکنی که رو ابری، یعنی همه چیز میدونی، همه چیز تر و تمیزه، همه چیز سر نظم، همه چیز امکانش هست، محیط خیلی راحته، خیلی شله، همه آدما به هم اعتماد میکنن، به راحتی میشه بعد سر همه کلا گذاشت، میشه به همه دروغ گفت، میشه نمیدونم فلان کرد، میدونی، میشه تو صف زد. بعد هی میگی
اینا خیلی بابوان، اینا چرا اینجوریان، اینا چرا اینجوریان. و بعد چون خیلی به نظر میاد بخواد به لحاظ بزرگ شدن در محیط ایران فکر میکنی خیلی قالتاقی ذره نسبت به اونا، ممکنه یه حس در ابتدا البته زرنگی یا سوپریوری داشته باشی. یعنی من بین بچه ایرانی ها وقتی اول وارد آلمان میشن یه جوری همه احساس میکنن که تو هر زمینه از اینا سرترن. بعد 10 سال میگذره، مثلا تو در سن 20 سالگی وارد شدی و 10 سال گذشته و حالا در 30 سالگی خودت رو نگاه میکنی و در 30 سالگی یک آلمانی رو نگاه میکنی و بعد همونی که تو فکر میکردی این بابوه، این نمیدونم، میدونی چی میخوام بگم، مثل تو اونقدر قلتاق نیست، شارپ نیست، فلان نیست. و این موضوع همیشه برای من جای سوال داشت تا اینکه برای اولین بار من بچه دار بودم و رفتم آلمان، با یک وجه دیگری از اون محیط آشنا شدم. یه چیز جالبی که بهت بگم اینه که لوازمی که در پارک برای کودکان در آلمان درست میکنن رو هرگز در ترکیه یا قطعاً هیچ وقت در ایران نمیبینی. انقدر که به نظر خطرناک میاد و ریسکش بالاست. ببین، یعنی برای بچه ها لوازمی میسازن که بچه ها، مثلا من اولین بار که نیوانو بردم اونجا دویدم رفتم جلوشو بگیرم و بهش گفتم که ددی این اینجا برای بچه های 13 سال به بالاست. و بعد اون خانم، یعنی خاله نیوان که ما رو برده بود، گفت واچه رو پرت میگی، این مال بچه های 5 ساله است، چهار ساله است. پا گفتم وا آقا این مثل تمرین کماند، چی میگن، این کمپ تمرین کمانده است. گفت آره، برای تو خطرناکه چون تو آدم بزرگی ریسک میکنی، ولی بچه هیچ وقت این تنابا رو ول نمیکنه. بچه چون چیزه دیگه، میدونه قابلیت های خودش رو میشناسه دیگه. وقتی این تناب رو هیچ وقت ول نکنی، این چوب های معلق هیچ وقت از زیر پا در نمیره، هیچ وقت اتفاق نمیفته. ولی من هرگز شبیهش رو در ترکیه حتی ندیدم. اینجا همه چیز پر ابره، پر فلانه، میدونی یه جوری ساختن که مثلا بچه ها کوچکترین اتفاقی براشون نیفته. و بعد تو میبینی که اون تفاوته که ما در جامعه میبینیم، اون تفاوتی که اونجایی که، یعنی وقتی تو داری توی اتوبان گاز میدی، اونم داره گاز میده و بعد میبینی که اون از تو جدا میشه میره، در اون میزان گاز دادن الان تو نیست. این نسل سالها قبل نسل قوی تر و بهتری بار اومده، ساخته شده. ببین اولین بار و بعد انقدر این سفر در تربیت خانواده ما تأثیر گذاشت، یعنی انقدر یک مرتبه چشم من و شبنم رو نسبت به خیلی از مسائل باز کرد. میدونی ببین، من رفتم توی کوه، دیدم توی پارک یه تپه‌ای بود توی این پارکه که اونجا خب همیشه بارونه، همیشه گل و مل و کثیفه. یه مهد کودکی اومده بود اونجا. ببین بچه ها یه جوری میدفتن توی این گله خودشونو میمالوندن، یعنی از اون ور این تپه میمارن بالا و بعد هی صدا میکردن، گفتن فراو باغدون، فراو باغدون، که مثلا معلم ببینش. بعد به خطرناکترین و احمقانه ترین حالت ممکن خودشون مثلا با کله، با کون، با شکم میکوبیدن روی این گلا. و بعد ببین، من 40 تا بچه دیدم انگار که توی مثلا انگار تو باتلاق، انگار مثلا تو طویله، اینا مثلا صبح تو شب بازی کردن، انقدر کثیف و گلی و خاک، سر و صورت و شکل. و بعد معلمم انقدر خون سرد و با همه میخند و فلان میکرد. بعد من یهو به شبنم گفتم تو فکر کن بچه تو بفرستی مهد کودک صبح با این خوشگل و یه پاپیون قرمز براش زدی و کفشای مثلا صورتی باش کردی، بعد اینجوری بعد از ظهر مهد کودک بچه رو اینجوری تحویلت بده، صبح بلند میشی میری اونجا پرچم میکنی، میدونی مثلا چیز رو. ولی تفاوتی که ما در نسل بالاتر میبینیم در حقیقت در همین سالهایی که داریم دربارش صحبت میکنیم ساخته شده، ایجاد شده. خیلی عجیبه، خیلی واضحه، خیلی جالبه. که و بعد
به صورت سیستماتیک این در اختیار مردم قرار گرفته، میدونی؟ یعنی سیستم آموزشی عملا این گونه گام برداشته. همه چیز، همه چیز، همه چیز. مرسی، خیلی منم استفاده کردم از صحبتت، از تجربت، جالب بود برام. یه نکته که میخوام بگم، مثلا الان دوستان میپرسن که ما چیکار کنیم، مثلا بعضی نوشتن که من مثلا 40 سالمه چیکار کنم. حالا من خیلی همه رو نخوندم، بعضی به چشم خورد. ببینید، درسته، همه اینا درسته، اونجا وضعیت فرهنگی بسیار بهتری از ما حاکمه و خیلی چیزا به امکانات، همه چیز، البته ریشش همه فرهنگه، یعنی فرهنگ که میره بالاتر همه چیز بهتر میشه خود به خود. وقتی ما آدم بهتری میشیم، با فرهنگ تری میشیم، چیز بهتری هم میسازیم و مجموعه ساختارهای ما میشه همون جامعه. به هر شکل در واقع نیاز داریم که اینو بدونیم، تو هر مقطع و هر لولی هستیم، زندگی اگر ما مشتاق تغییر و راه نجات هستیم به ما آفر میکنه. ما نباید مسیر خودمونو با مسیر کسی دیگری که امکان دیگری داشته مقایسه بکنیم. من به شما این قول میدم، اگه 40 سالتونه یا بیشتر سنتون و فکر میکنید تا الان مسیرتون مسیر خوبی نبوده، هم وقتی شروع کنید درست برخورد کردن با گذشتتون، با آگاهی برخورد کردن، همه اون چیزهایی که در گذشته اهمال کاری بوده، خسران بوده، از دست دادن بوده، فرصتهایی که در دست، همه اونها به قدرتهای شما تبدیل میشه. همه اونها به قدرتهای شما تبدیل میشه. اصلا نگران نباشین، زندگی ما اعجاب انگیزه، طوری طراحی شده که میتونیم توی یک تاس، یک ورق بازی رو ببریم. نگران نباشیم، همیشه میتونید ورق زندگیتون رو برگردونید. فقط اولین مسئله اینه که به خودتون ایمان داشته باشید، بدونید شما ارزشمندید، یک طراحی بی‌نظیر دارید، شخصیت یگانه ارزشمندی دارید که در این جهان کار بزرگ میتونه انجام بده. کار بزرگ شما لازم نیست همه حتما ببیننش. کار بزرگ شما همون که شما درک کردید بزرگه، شما رو بی نهایت محظوظ میکنه و برای مهم اینه که برای خودتون دستاورد باشه، نه برای کسی دیگه. این که من فکر کنم یه کاری بکنم که بقیه بگم به به چه چه، این همون طرحواره اطاعت است که تا حالا داشتیم راجبش صحبت میکردیم. شما اینم مطمئن باشه، آدمایی که کار بزرگ میکنن هیچ کدوم دنبال به به چه چه نیستن، همه دنبال این هستن که خدمت شما عرض شود که یه کاری رو که عاشقشن به درستی انجام بدن و یک تأثیری داشته باشن، خود به خود اون چیزهای مثبت رو هم جذب میکنن، گرچه خیلی هم مخالف خواهند داشت. هر چقدر که محرکتمون در واقع موثرتر باشه، مخالفت هم با ما بیشتر خواهد. به هر شکل من میخوام بگم که دوستانی که تو هر سنی هستن، حالا 35 سالشونه، 20 سالشونه، 40 سالشونه، 50 سالشونه، هر سنی که اصلا فرقی نمیکنه، زندگی شما اگه 50 سال اشتباه رفتین جلو به نظر خودتون، 50 سال تجربه اشتباه پشت شما هست. پس درست و به جا و دقیق و خیلی راحت تر تشخیص میدین و خیلی زودتر به نتیجه میرسین. کسی که اشتباه نکرده سخت تر میتونه سره رو از ناسره تشخیص بده. بنابراین نگران نباشین، هر جور که رفتیم وقتی تصمیم میگیریم با خودمون آشتی کنیم، به توانمندی های خودمون، به وجود خودمون، به طراحی خودمون ایمان بیاریم. ایمان یعنی که به امنیت برسم، میدونم که میتونم، میدونم که بذر زیبایی در من هست، فقط باید کشفش کنم. واقعا من آدمایی دیدم تو 3 هفته 1 ماه بذر خودشون رو کشف کردن، خیلی زیبا، وقتی صادقانه با خودشون برخورد میکنن. به هر شکل حالا من خیلی کلیگویی دارم میکنم، تو این جزئیاتش واقعا این تایم نمیشه، ولی واقعیت اینه، میخوام این امید رو بهتون بدم که راه هست و رفتم من بارها هست و من با بسیاری از دوستان، همساد شما و دوستان دیگر که سرگذشتشون رو شنیدم، مراجعین و خیلی چیزای دیگه، این راه رو من بارها رفتم و میدونم که هست، برای همه انسان ها موجوده و نگران نباشید. نگران نباشید. پیامی که میتونم بهتون بدم. دم شما گرم. سپاسگزارم ازت. خیلی متشکرم. سپاسگزارم دوباره از دیدت کردم. فرصت مهیا میکنی که انقدر که یه چیزی بهت بگم. همینجوری که حرف میزنی، ببین، چون شما خیلی موردی صحبت میکنی، خیلی موارد رو پشت سر هم میگی و مالا من از خودم میگم، من ممکنه بعضی از بچه ها همین حس رو داشته باشن، چون تو به موارد متفاوت و متعددی اشاره میکنی، دوما من بعض وقتا یه ها پیش خودم میگم و خاک بر سرم، این دقیقا خود منم. یعنی
یه ذره دیگه مثلا میریم بیرون دوباره یه چیزی میگه میگه اوه شت اینم منم میدونی من. آره بعد اینو شنیدم از بعضی از بچه های دیگه که اونا مثلا چون من چیز که میذارم لایوها رو، خب بچه من این صحبت هایی که با دامون هست رو ادیت میکنم و در یوتیوب به اشتراک میذارم و البته برای دوستانی که سابسکرایب کردن هم توی همین صفحه میذارم، ولی که یوتیوب چیز هست. بعد خیلی از بچه ها رفقا هی بهم میگن که پیغام میدن یا زنگ میزنن میگن بابا این هر چی میگفت ما بودیم، اصلا داشت ما رو میگفت. من میگم تو هم میگاره من. خیلی الان بچه ها نوشتن دقیقا منم الان میبینی. آره خلاصه آه خیلی دمت گرم، خیلی کار درسته. انشالله که این برنامه رو همینجوری ادامه بدیم با هم و اگر افتخار بدی سپاسگزارم ازت، کلی ازت میآموزیم با اینکه دیشب از و خدایش دیشب هم بچه ها برای من دامون نوشت که من خستم اینام ولی دیرم رسیدم، ولی اگر بخوای بازم میام. گفتم نه دیگه بابا تو خسته ای دیگه. و دیشب از سفر اومدی، سفر مثلا چند روز اینجوری و بعد بازم اومدی، خلاصه خیلی دمت گرم، کار درست. مرسی از تو. اولا که من با افتخار میام که در خدمتتون باشم، خواهش میکنم. همه دوستان و واقعا میبینم چقدر علاقمند هستن، چقدر روشنگری میکنی خودت، واقعا دست درد میکنه و امیدوارم که حالا بتونم سهمی من هم در این ماجرا به قدر خودم، به ظرفیت خودم داشته باشم. واقعا باعث خوشحالم. قطعا سپاسگزارم از شما، از همه دوستانی که تا این پاسی از نیم شب در حقیقت با ما بودن. ممنون، بوس به کله شما و همه بچه ها. درود و صد درود، شبتون بخیر. منم خدا بزی میکنم، شبت بخیر. قربان.